بریم کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس آقای متین توضیحات همکارم رو از اورشلیم شنیدید راجبه به مرزهای شمالی اسرائیل فکر می‌کنید واقعا اگر آتش بسی در غزه شک بگیره احتمال داره که تسری پیدا بکنه و شمال اسرائیل هم آرام بشه یا این زد و خوردهای حزب الله و اسرائیل همچنان ادامه خواهد پیدا کرد خب موضع رسمی حزب الله این است که حملاتی که اونا از 8 اکتبر آغاز کردن علیه اسرائیل در شمال به دلیل جنگ در غزه هست و حتی گفتن که اگر اونجا جنگ متوقف بشه اونها هم عملاتش رو متوقف خواهند کرد به این دلیل اگر این موزه رو مبنا قرار بدیم قاعدتا باید آتش بس در اونجا اوضاع رو در شمال هم آرام بکنه اما خب این خیلی بستگی به این داره که این آتش بسی که در غزه احتمالش هست که رخ بده که البته به نظر من احتمالش کم هست اما اگر رخ بده بستگی به این داره که اوضاع یعنی حرکات حزب به چه شکلی باشه آیا امکان بازگشت اون 70 80 هزار نفر اسرائیلی که در شمال زندگی میکردن ولی مجبور شدن از اونجا رو ترک کنن به دلیل این درگیری ها آیا اونها میتونن به شکل به اصطلاح مستدام و طولانی مدت برگردن اگر نتونن خب طبیعتا اسرائیل سعی خواهد کرد که دوباره فشارش رو بر حزب زیاد کنه اما بعد از اینکه حزب چندین هفته طول کشید که به کشته شدن فاد واکنش نشون بده و اون واکنش هم خیلی محدود بود به نظر میرسه که نه اسرائیل نه حزب الله مایلن که وارد یک جنگ تمام بشن که در واقع برای هر دو طرف هزینش زیاده ولی این پرتاب موشک یا پهپاد از سوی حزب و حملات متقابل اسرائیل به نظر میرسه در همین سطح فعلی ادامه پیدا میکنه ولی واقعیت اینه که تلفات و هزینه ای که حزب در این ماجرا میده بسیار بسیار بیشتر از چیزی هست که تا کنون اسرائیل متحمل شده متین به این بیانیه مشترک سازمان سیا و امای 6 هم بپردازیم گفتن که ما کمک خواهیم کرد برای اینکه گروگان ها آزاد بشن فکر واقعا این دست بیانیه ها یا این همکاری هایی که دارن ازش صحبت میکنن چشم انداز آتش بس رو پیش روی ما قرار بده یا نه در حد همین بیانیه باقی میمونه من به شخص امیدوارم که ارزیابی من نادرست باشه اما اگر مواضع رسمی دو طرف رو ما مبنای بررسی قرار بدیم من احتمالش رو خیلی کم میدونم چون برای حماس این آتش بس یا باید منجر به یک صلح دائم یا آتش بس دائم بشه و خروج نیروهای اسرائیل یا در واقع اونها بازی رو باختن در نتیجه محاسبه حماس یک در واقع همه یا هیچ هست از اون طرف آقای ناتانیاو هم به نوعی محاسبهش همین هست یعنی اونها اگر مرز لبنان ببخشید مرز مصر و غزه رو یعنی اون کریدور موسوم به فیلادلفیا رو ترک بکنن احتمال اینکه حماس بتونه دوباره خودش رو تجهیز بکنه از طریق تونل‌هایی که زیر مرز میره به مصر وجود خواهد داشت و در نتیجه بعد از یه مدتی اونها دوباره خودشون رو در موقعیتی خواهند یافت که حماس خودش رو بازارایی کرده تجهیز کرده و میتونه تهدید بشه علیه اسرائیل از, از به این دلیل خب اونها این شرط حماس رو قبول نمی‌کنن حماس هم بدون اون شرط یعنی بدون عقب کامل و آتش دائم حاضر نیست که در واقع وارد یک توافق نامه بشه این که واقعا سیستم های اطلاعاتی و امنیتی بریتانیا و آمریکا چقدر میتونن مواضع دو طرف رو به هم نزدیک بکنن در اینکه سعی میکنن شکی نیست ولی در نهایت این دو مسئله خیلی حیاتی است برای هر دو طرف به این دلیل هم توافق به نظر میرسه خیلی مشکل باشه کامران متین ممنون از حضورتون در این گفتگو خواهش میکنم